با نام ایزد خدا سلام عرض میکنم خدمت همه همشهریان نازنین عزیزان قومی. انشالله که عید باستانی نوروز بر تک تکتون مبارک باشه، انشالله که بلا از تمام منازلتون به دور باشه، انشالله که سایه بزرگترها به سرتون باشه، انشالله که به دیدن بزرگتراتون حداقل تو این شرایط برید. واقعا عاجزانه ملتمسانه بنده ازتون خواهش میکنم اگر پدر مادر بزرگتر پدر بزرگ مادر بزرگ رو دوست دارید الان نرید دیدنشون، قربونتون. بذارید انشالله تب این ماجرا بخوابه، انشالله هممون میریم پابوس پدر مادرامون. انشالله بذارید انشالله این داستان ها بخوابه، انشالله به اتفاق بریم زیارت بی بی جان حضرت معصومه. اون موقع انشالله یه دل سیر اونجا یه توسل و توکلی میکنیم که انشالله از یه همچین داستان هایی دیگه تکرار نشه تو مملکتمون. این همدلیه که انشالله نشون دهنده اینه که ما میتونیم به اتفاق همدیگه دست بذاریم تو دست هم، کمک کنیم این زنجیره چرخشی این ویروس خانمان پرانداز و انشالله ریشش رو بکنیم. به آبرو از زهرا انشالله بلا از همه تون دور باشه. بازم عاجزانه و ملتمسانه ازتون خواهش میکنم حالا اگر هم در منزل نمیتونید بمونید، مجبورید برای شغلتون از منزل بزنید بیرون، حتما نکات ایمنی رو رعایت بکنید. خود قرنطینگی از همه چی واجب تره. اگر نمیتونید تو قرنطینه بمونید، خواهشن یه ذره این داستان ها رعایت بکنید. من خودم الان آلرژی فصلی دارم، دو تا سرفه بکنم همه به جایی که بگن که آقا خدا بد نده میگن زهر مار. به خاطر همین من میذارم که انشالله خدا نکنه دو تا زهر مار هم نشنریم. بلا از تک تکتون به دور باشه. پیشا پیش عید سعید باستانی نوروز و خدمت تک تکتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله همه تون سلامت باشید و دل همه تون خوش. سال جدید انشالله سالی سرشار از سلامتی و بهروزی با آبروی علی. ما در پست بحث پزشکا و پرستارا و کادر درمانی هم میخواستیم که پیامی هم برای اونا داشته باشیم. بله، دست اون عزیزانو که با افتخار میبوسیم، البته نه الان، بعد از اینکه این داستان انشالله ماجراش تمام بشه انشالله موظف میدونیم که حضوراً خدمت تک تکشون برسیم انشالله، حداقل تو این شهر که حالا مطمئنم خیلی زحمت ها کشته شده. دوستانو خیلی زحمت دادم تلفنن، الان هم که حضوراً مزاحم شدم انشالله که میگم با آبروی از زهرا انشالله هر چه زودتر این جامعه از این ماجرا انشالله پاک و تطهیر بشه. انشالله دم شما گرم یا علی مدد.